ای پدر بوی شقایق میدهی، عاشقی را یاد عاشق میدهی. با تو سبزم گل بهارم ای پدر، هر چه دارم از تو دارم ای پدر. سلام سلام به همه شما عزیزان و بزرگواران، علل خصوص مردان مرد، شیر مردان سرزمینم، بزرگ مردانی که قدرتمند، حامی، مسئولیت پذیر، شکست ناپذیر، پرتلاش، مهربان و سخاوتمندند. پدرانی صادق و وفادار و متعهد. دو تا نکته مهم رو از نظر روانشناسی میخواستم در روز پدر برای همه شما عزیزان تشریح کنم که میتونه روز پدر رو جذابتر و زیباتر کنه. ببینید، یکی از مواردی که به عنوان هیدن ایشو یا مسئله پنهان در روابط بشری حاکمه و باعث شده که روابط انسانها دچار اختلال و مشکل بشه، موضوع قدرشناسی، قدردانی و ستایشگریه. در واقع یکی از دلایلی که آدم‌ها دچار مشکلات ارتباطی، روحی و عاطفی میشن اینه که اونجوری که باید مورد تفقد، توجه، محبت و به قول روانشناسان تحلیل رفتار متقابل مورد نوازش قرار نمیگیرن. به همین دلیل میان به شکلای دیگه‌ای رفتارهای خودشون رو، رفتارهای منفی رو نشون میدن. پس وقتی که شما حالا به طنز میگن برای پدری جوراب میخرید یا هدایای سخیف و نه چندان ارزشمند تهیه میکنید، فکر میکنید که دارید یه جورایی از سرتون باز میکنید، در واقع دارید برای خودتون درد سر درست میکنید. چرا؟ چون وقتی او در درون خودش احساس کهتری و عدم لیاقت و ارزشمندی بکنه، طبیعتاً در رفتارش خودش رو نشون میده، در عملکردش، در میزان تلاشاش، در تعهدش، وفاداریش، در سرسختی و قدرتمندیش برای ایستادگی در برابر سختی‌های زندگی ضعف نشون میده. پس هر چه کنی به خود کنی. وقتی شما قدر پدر رو میدونید و میدونید چجوری از عهده زحمات او بر بیایید، البته که هر چقدر ما قدردانی کنیم و نشون بدیم این قدردانی و احتراممون رو، باز هم با ذره ای از زحمات او برابری نخواهد کرد. اما من میخوام امروز از نظر روانشناسی دو تا متد، دو روش رو به شما یاد بدم که با این دو روش شما بتونید قدردانتر و قدرشناستر باشید. خب پس تا به اینجا مشخص شد که وقتی ما قدرشناسی میکنیم، قدردانی میکنیم، یکی از مسائل جدی پنهانی رو در روابطمون خونسا میکنیم و اون احساس حقارت، احساس بی‌لیاقتی و بی‌ارزشی که در آدم‌ها ممکنه به خاطر بی‌توجهی به رفتارها و شخصیتشون به وجود بیاد. دوم این که هر چه بکنیم در حق خودمون انجام دادیم. وقتی به او احترام می‌ذارید و قدردانی و قدرشناسی می‌کنید، او پرتلاش‌تر، سخاوتمند، سخت‌تر، قدرتمندتر، محکمتر و حامیتر و وفادارتر و وفادارتر و متعهدتر خواهد بود در ارتباطش با شما. پس تا به اینجا این دوتا. اما چگونه ما قدرشناسی و قدردانی کنیم؟ روانشناسان ارتباط میگن دوتا مسئله مهم هست. یک، او کیست یا تو چه کسی هستی؟ Who are you؟ تو کی هستی؟ دو، چه کارهایی میکنی؟ What are you doing؟ تو چه کارهایی رو انجام میدی؟
پس وقتی که میخواید قدردانی بکنید، خیلی لطیف و ظریف این دوتا رو به کار ببرید. یعنی یک، فهرستی تهیه کنید، لیستی از صفات و ویژگی‌های همسر یا پدرتون، عزیزتون، بنویسید صفاتشو. یک، دو، سه، مثلا سخاوتمند، باهوش، پرتلاش، حامی، قدرتمند، شوخ‌طبع، مبارزه‌جو، شکست‌ناپذیر. ویژگی‌هایی که در پدرتون، در همسرتون دیدید بنویسید. خیلی قشنگه، اینا رو لیست کنید. منم میتونم لیستش اینجا براتون بذارم. اینها رو بنویسید، صفات رو. وقتی که نوشتید، حالا بیایید رفتارهاشو وصف کنید، توصیف کنید، به قولی explain و describe کنید که تو این کارها رو در طی سال برای ما انجام دادی. خب مثلا یه پدری هر روز بچه‌هاش رو، فرزندانش رو برده رسونده مدرسه. شما میتونید بگید که هر روز ساعت 7 صبح بچه‌ها رو بردی مدرسه، آوردی و من ممنونت هستم. اگر شما رو سفری برده در ایام عید، سیزه به در، تابستون، بیرون برده، سفر برده، رستوران‌هایی برده، بعضی از اونها خیلی خیلی در واقع شفاف و واضح و روشن بوده، به قولی هایلایت بوده، بولد بوده، اونا رو بیارید. حتی میتونید روغنش هم یکم زیاد کنید، یک کلاغ چهل کلاغ هم بکنید، اشکالی نداره. ما جمله‌ای داریم از امام باقر علیه السلام که میفرماد مؤمن کسی است که کار کم کوچک دیگران را بزرگ میکند. خب کار کم کوچک پدرتون رو، همسرتون رو بزرگ جلوه بدید که تو واو چه ها کردی، تو فوق‌العاده‌ای، تو بی‌نظیری. خب پس یکی رفتارهاش رو توصیف کنید که بهش میگیم در واقع نوازش شرطی، کاندیشنال رینفورسمنت، یک تقویت، یک پاداش، ریوارد شرطیه. خب و دوم آن کاندیشناله، غیر شرطی، یعنی صفاتش رو میگی. یعنی تو چه این کارها رو بکنی، چه این کار رو نکنی، تو عزیزی برای ما، تو یه همچین شخصیتی هستی، یک همچین انسان کبیر و بزرگی هستی. امیدوارم که امسال هدایای شما برای روز پدر بسته هایی باشه پر از عشق، قدردانی و احترام که به زیرکی پیچیده شدن. با اون صفاتی که نوشتید، روی هر صفات میتونید در واقع پیوست کنید به یک شاخه گل رز. مثلا اگر پدرتون 40 سالشه، 40 بسته گل رز بگیرید و 40 صفت رو روش بنویسید و 40 رفتار رو توصیف بکنید. اینطوری هدایای شما در روز پدر بسته هاییست از زیرکی، عشق، قدردانی، احترامی که به اون هوشمندی و زیرکی و زیبایی پیچیده شده. آری، امیدوارم که امسال روز پدر رو متفاوت برگزار کنید. ای پدر، بوی شقایق میدهی، عاشقی را یاد عاشق میدهی، با تو سرسبزم، گلبهارم، ای پدر، هرچه دارم از تو دارم، ای